درود بر شما همراهان گرامی، با برنامه دیگه ای از سری برنامه های تا سرزمین جنوبی در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته در مورد ویزاهای سرمایه گذاری صحبت کردیم. در ادامه این برنامه تصمیم داریم بیشتر در مورد این ویزاها بپردازیم. جناب آریان در خدمتون هستیم. خواهش میکنم. ممنون استراتی. من اول سلام عرض کنم خدمت همه همراهان گرامی برنامه و ممنونم که برنامه ما رو دنبال میکنید. بله، همونطور که جناب استراتی فرمودن، جلسه قبل در مورد ویزاهای سرمایه گذاری مختصری صحبت کردیم، انواع مختلفش رو خدمتون عرض کردیم. در مورد ساب کلاس 188 صحبت کردیم، دو تا استریم اصلیش رو صحبت کردیم. توی این جلسه در مورد استریم باقی مانده ویزای 188 که سیگنیفیکانت اینوستور و سرمایه گذار خاص هستش مختصری توضیح خواهیم داد. بعد در مورد سیستم امتیازبندی صحبت میکنیم و سعی میکنیم که این مقدار اطلاعات جامع تری در مورد این نوع ویزا و البته ویزای اقامت دائم و ساپیاس 132 هم خدمت دوستان عزیز ارائه بکنیم. بسیار خوب، ممنونیم از شما. بیش از اندازه شما رو منتظر نمیگذاریم. جناب آریان، در مورد ویزاهای سرمایه گذاری خاص اگر برامون توضیح بدید ممنون. خواهش میکنم. بله، ببینید، ویزای سیگنیفیکانت اینوستور، اگر خاطرتون باشه از جلسه قبلی در مورد ویزای اینوستور یا سرمایه گذاری صحبت کردیم که فرد باید یک سری شرایطی رو اثبات بکنه، یعنی اثبات بکنه که از چند سال گذشته سرمایه گذاری میکرده و خودش رو به عنوان یک سرمایه گذار موفق نشون بده در کشور مبدا خودش. ویزای سرمایه گذار خاص تفاوتی که داره اینه که این اثبات ها رو نیاز نداره، یعنی اینکه فرد خودش رو به عنوان سرمایه گذار خاص سرمایه گذار موفق نشون بده در سالهای گذشته رو نداریم. میزان سرمایه گذاری بیشتر هستش، دو حالت مختلف داره، 5 میلیون دلاری و 15 میلیون دلاری. عموما بیشتر فقط لازم هستش که اصلاً سورس آف مانی، یعنی فقط بتونه فرد نشون بده که این پول از یک منبع پاکی به دستش رسیده، حالا ارث میتونه باشه، میتونه حالا بیزنس کرده باشه، فرقی نداره، ولی باید بتونه ثابت کنه که پولی که میخواد بیاره داخل استرالیا از حالا موادی غیر قانونی به دستش نرسیده. بسیار خوب، ممنون از توضیحاتی که دادید. فرمودید که این نوع ویزا شامل دو تا زیر مجموعه هستش. اولین زیر مجموعه مبحث 5 میلیون دلاری هستش. اگر در این مورد توضیحاتی رو بفرمایید که به چه صورت باید سرمایه گذاری کنن افراد در مورد این ویزا، ممنون میشم. من قوانین جدید میگم که از اول جولای 2015 یه سری تغییراتی ایجاد شده، چون به هر حال بحث قوانین جاری هستش که داریم صحبت میکنیم. عرض کنم خدمتتون که این 5 میلیون دلار رو باید در سه مجرای مختلف فرد سرمایه گذاری کنه. اینطور تعریف شده از طرف اداره مهاجرت که 500 هزار دلارش باید صرف ارائه فاند به استارتاپ ها و بیزنس های تازه تأسیس بشه، 1.5 میلیون دلارش به حالا اسلام یا ایمرجینگ کمپانیز که توی یه سری کمپانی های خاصی که حالا تعریف خاص خودشو داره توی بازار سهام استرالیا سرمایه گذاری بشه، 3 میلیون دلار باقی مونده حتما باید در سیستم های سرمایه گذاری و حالا صندوق های سرمایه گذاری و منیجینگ فاند میگن مجین فاند های خاصی در داخل استرالیا که توسط اداره مهاجرت سرمایه گذاری میشه و به مقاصد خاصی صرف میشه انجام بشه و سرمایه گذاری تو اونا انجام بشه. بسیار خوب، ممنونم. اگر لطفا توضیح بدید در مورد این حوزه های خاص بیشتر بینندگان عزیزمون در جریان قرار بگیرن ممنون میشیم. خب حالا اینا رو تعریفاش مشخص هستش. من پیشنهاد میکنم اگر دوستان علاقه دارن که روی این نوع ویزاهای خاص سرمایه گذاری کنن و این مقدار سرمایه گذاری تو استرالیا انجام بدن، حتما خود اداره مهاجرت هم حتی توصیه میکنه که از راهنمایی های مستقل مشاوران مالی حتما استفاده بکنن. اما اگه خیلی کلی بخوام بگم، یه سری نوایت ها داره توی این بحث سرمایه گذاری که اون منیجینگ فاند هایی که دولت مشخص میکنه اینا رعایت میکنن. یکیشون اینه که رزیدنشال پراپرتی یا
ساخت و ساز مسکونی رو نباید توش سرمایه گذاری بشه، و البته کامرشال پراپرتی یا ساخت و سازهای تجاری رو میتونه توش لحاظ بکنه. به هر حال منظور اینه که اینا یک سری صندوق‌های سرمایه گذاری خاص هستن با نحوه مشارکت خاص که خود اداره مهاجرت لیستای اینا را هم میتونه ارائه بکنه و میتونن استفاده کنن. ممنون از توضیحاتتون. فرمودید که سیگنیفیکانت اینوستور دو تا زیر مجموعه داره، بله. که در مورد اولین گزینه 5 میلیون دلاری صحبت کردیم، گزینه دوم فرمودیم 15 میلیون دلاری. آره، 15 میلیون دلاری هم جدید هستش، یه مقدار جدیدتر از 5 میلیون دلاریه. مثل همونه، 15 میلیون دلار باید سرمایه گذاری بشه، و خوبیش اینه که محدودیت های 5 میلیون دلاری نداره، یعنی این سرمایه گذاری خیلی دست فرد سرمایه گذار بازتره که اون جاهایی که خودش میخواد سرمایه گذاری کنه. البته باز هم حالا مثلا حوزه های مثل رزیدنشال پراپرتی توش نیستش. ممنون از توضیحاتتون. چه واریان فرمودید فردی که سرمایه گذاری میکنه و میاد استرالیا، خب یک شرایطی داره که این شرایط ها باز کردید، ممنون. سوالی که مطرح هستش این که این فرد اگر همسر و فرزند داشته باشه شرایط اونا به چه صورت میشه؟ آیا اونا هم میتونه با خودشون بیارن استرالیا؟ بله، حتما میتونه همسر و فرزندانش رو با خودش بیاره، میتونن اینجا کار کنن، تحصیل بکنن. یک نکته خوبی که در مورد این ویزاهای سرمایه گذاری هست اینه که اگر فرزند بالای 18 سال داشته باشن و بتونن اثبات کنن که وابسته هستش این فرزندشون بهشون، میتونه تو این ویزا شامل بشه، و حتی بعداً توی مرحله بعدی که میخوان اقامت دائم بگیرن هم شرایط بهتری رو برای فرزندان وابسته اون فرد لحاظ میکنن دولت استرالیا برای دادن اقامت دائم. به طور کلی باید ثابت کنن هنوز وابستن، یعنی مثلا اگر فرزند دارن 21 22 سالشون 23 سالش هست، حتی 24 5 سالش هستش، یک شرط اصلی اینه که هیچ وقت ازدواج نکرده باشه. شرط بعدی اینه که نان استاپ به صورت بدون انقطاع در حال درس خوندن باشه این مدتی که از سن 18 سالش گذشته. این شرطی کلیش هستش که میتونن داشته باشن. سوالی که مطرح هستش این ویزا اقامت دائم هستش یا موقت هست؟ متاسفانه اقامت دائم استرالیا نیست، همونطور که گفتم پروویژنال پسوی مشخص داره برای اینکه به اقامت دائم استرالیا برسه. پسویش ویزای 888 هستش که اون رو هم در فرصت خودش حتما در موردش باید صحبت بکنیم، و اینکه هر کدوم از این استریما چه شرایطی باید داشته باشن تا به اقامت دائم برسن هم حتما باید در موردش صحبت کنیم، چون هم مبحث خیلی مهمی هستش. ممنون از توضیحات خوبتون. مسئله‌ای که هستش در مورد امتیاز بندی هستش که برای این ویزا قائل هستن، اگر در این زمینه هم به بینندگان عزیزمون توضیحاتی را بدید در مورد شرایط امتیاز بندی خواهش میکنم. بله، اگر خاطر دوستان باشه در مورد دو تا شاخه اینوستور و بیزنس اینویشن در جلسه قبلی که صحبت کردیم عرض کردم که باید تو سیستم امتیاز بندی 65 امتیاز رو بگیرن. یک سری فاکتورهایی هستش تو این سیستم امتیاز بندی که بهشون امتیازات خاصی تعلق میگیره که اونا حالا حتما با دوستان شیر میکنیم، نمیخوایم خیلی الان وقت دوستان رو بگیریم که بخوایم بگیم هر فاکتور چه امتیازاتی داره و شاخ برکت های مختلف چه. اینا رو حتما شیر میکنیم، دنبال کنن دوستان هر جا که این مطالب شیر میشه، این مطالب رو هم این جداول امتیاز بندی رو هم میذاریم تو سایت هم هست. اگر بخوام خیلی تیتوار بگم، بحث سن فرد هست، برکت های مختلف هستش که توی بازهای سنی مختلف امتیازات مختلفی تعلق میگیره، سابقه بیزنس یعنی مدیریت بیزنس یا سرمایه گذاری بس اینکه کدومی که از استریما رو انتخاب کنن امتیاز داره، میزان استی که فرد داره امتیاز داره، یعنی میزان استی که خود فرد و همسرش داره امتیاز داره، مجموع ترنوور بیزنس های اصلی فرد امتیاز داره، مشخصی داره که اینا هم هر کدوم برکت های خاص خودشون دارن، امتیاز های مشخصی رو دارن، هرچه بیشتر امتیاز بهتری بهشون تعلق میگیره. موارد دیگه ای هم هستن که امتیاز آورن، مثل مثلا مدرک تحصیلی اگر که لیسانس توی ساینس یا بیزنس داشته باشن یا منیجمنت داشته باشن، اینا امتیاز براشون داره.
اگر که عرض کنم خدمتتون نمره آیاس داشته باشن و هر نمره خاصی امتیاز خاص خودشو داره، اینا حالا الان تو ذهن من هست یه سری امتیازات خاصی ممکنه ایالت، بعضی ایالت ها به بعضی از طرحهای تجاری امتیاز خاصی میدن. اگر فرد پتنتی داشته باشه که مثلا یه نوآوری خاصی داشته باشه، ثبت شده بین المللی باشه، اینا امتیاز داره و حالا یه سری فاکتورهای دیگه است، ولی اصلیاش همون چند تای اول بود که گفتم. معمولا هم سیستم امتیاز بندیش جوری هستش که میشه افراد اگر واقعا بیزنسمن باشن و واقعا asset مشخصی رو تو ایران داشته باشن به این امتیاز لازم برسن. خوشبختانه. ممنون از توضیحاتتون. در جلسه گذشته و این جلسه به صورت کامل در مورد ویزای ساب کلاس 188 و زیر مجموعه های اون صحبت کردیم. فرمودید که این ویزاها ویزاهای موقت هستش و بعداً به ویزاهای دائم تبدیل میشه. حالا سوالی که مطرح هست، آیا گزینه اقامت دائمی هم وجود داره که از اول دوستان بتونن اقدام کنن براش، و اگر وجود داره شرایطش به چه صورت هستش؟ بله، ویزای اقامت دائم با ساب کلاس 132 داریم. خب شرطش سختگیرانه تره مسلما، برای اینکه این نوع ویزا ارائه بشه شرط سختگیرانه تری داریم. هم ایالت ها برای اینکه اسپانسری بدن شرط سختگیرانه تری اعلام میکنن و بیزنس پلن های خاصی رو میخوان و شرط بیزنسی خاصی رو از قبل باید نشون بده که اون فرد داره، و همین که شرایط خود متقاضی باید بالاتر باشه تا بتونه درخواست این ویزای 132 بده. یکی از این شرایط این هستش که فرد 400,000 دلار در بیزنس خودش به صورت سرمایه گذاری داشته باشه، یعنی حالا غیر از دارایی های شخصی خودش و همسر، 400,000 دلار توی بیزنسش سرمایه گذاری کرده باشه. بیزنسی که مثلا توی ایران داره. بله بله، بیزنس داخل ایرانش من منظورم هست، چون کلا حالا ایران یا هر کشوری یک بیزنس میتونه باشه یا اینکه چند تا بیزنس. آره، مین بیزنسش همون که اول گفتم توی اینا، توی این یک دو تا بیزنسش داشته باشه. بسیار 1.5 میلیون دلار حتما باید بتونه اثبات بکنه. حالا اون 800,000 دلار که صحبت کردیم روی اینویشن، این باید 1.5 میلیون دلار حتما قابل اثبات داشته باشه. یه مسئله دیگه که هستش که خیلی وقتا روش مشکل هستش، بحث 3 میلیون دلار گردش مالی، یعنی گردش مالی هم که خدمتتون عرض می‌کنم بحث فروشه، ترنوور، بحث فروشه اون بیزنسه، میزان ورودی اون بیزنسه که باید حتما 3 میلیون دلار بتونه اثبات بکنه که در 2 سال که داشته توی. آیا باز این میتونه این ترنوور مربوط به 2-3 تا بیزنسش باشه؟ بله بله بله، بله. کلا بحث مین بیزنس هستش. این شرط بیزنس اونر هستش. یک حالت خاصی هستش که اون هم برای افراد خاصی که ایده های تجاری خیلی خاصی رو ممکن داشته باشن بتونن در داخل استرالیا سرمایه گذار پیدا کنن. شرکت های خاصی هستن که روی استارتاپ ها سرمایه گذاری میکنن، اگر بتونن تا سطح 1 میلیون دلار فاند بگیرن از شرکت داخل استرالیا قرارداد داشته باشن میتونن درخواست اقامت دائم بدن، و این هم گزینه خیلی خوبی برای کسایی که ایده های خاص دارن میتونه باشه که این کار رو میتونن انجام بدن حتما. ممنون از توضیحات کاملتون در مورد ویزاهای اقامت دائم 132 و 188 صحبت کردین. در مورد هزینه های این ویزاها برامون توضیح میدین چه هزینه هایی را دارن؟ بله، خب هزینه هاش خب یه مقدار بالاتر از بقیه انواع ویزا هستش، هزینه هایی که دولت استرالیا میگیره. حالا اگر بخوام خیلی بگم، تیتوار بگم، اینا هم البته حتما شیر میکنیم با دوستان. روی ویزای 188 روی بیزنس اینویشن به طور مثال هزینه اش 4780 دلار برای متقاضی اصلیه، 2390 دلار برای هر فرد بالای 18 ساله توی پرونده و 1195 دلار برای افراد زیر 18 ساله توی پرونده. برای ویزای 132 اقامت دائم باز بالاتر، 6990 دلار برای متقاضی اصلیه، 3495 دلار برای هر فرد بالای 18 سال و 1745 دلار برای هر فرد زیر 18 ساله که توی پرونده باشه. اینا باید به دولت استرالیا در زمان تشکیل پرونده پرداخت بشه. ممنون از توضیحات کاملتون. به عنوان آخرین سوال در این برنامه این هفتهمون از شما میخوام توضیح بدین در مورد مدرک آیلتس. دوستان خیلی سوال دارن در این مورد، حالا چه برای ویزاهای 188 132 وضعیت این نمره آیلتس به چه صورت هستش؟ بله، خب خوشبختانه بحث نمره آیلتس شرط اصلی این ویزا نیست. حالا هرچند تو اون بحث سیستم امتیازبندی گفتم که
آیلتس هم امتیاز داره، ولی خب فرد اگر نیاز به نمره امتیاز نمره آیلتس نداشته باشه و از بقیه اون آیتم ها بتونه امتیاز داشته باشه که در مورد اکثر متقاضیان اتفاق میفته، اصلا مدرک آیلتس نیاز ندارن و مدرک زبان نیاز ندارن. هرچند خب ما که شما در جریان هستید به همه کلاینت هامون حتما توصیه میکنیم که زبانشون باید تو سطحی باشه که بتونن بیان اینجا بیزنس بکنن. اگر نمره آیلتس 4.5 نتونن بگیرن، 4.5 اوورال آیلتس یا حالا معادلش که میگن فانکشنال انگلیش، اگر نتونن داشته باشن در زمان صدور ویزا باید یه هزینه ای رو به دولت استرالیا بدن که البته در مقابل اون براشون کلاس زبان تو استرالیا گذاشته میشه که هزینه کمی هم نیست، 9795 دلار برای متقاضی هستی و 4890 دلار برای متقاضی بالای 18 سال بعدی هستش، این حالا همسرشون. بسیار ممنونیم از همراهی شما در این برنامه. به عنوان حسن ختام اگر صحبتی دارید بفرمایید. من فکر می‌کنم این بحث ویزاها رو ادامه میدیم. ترجیحم اینه که روی بیزنس اینویشن بیشتر صحبت کنم، یه چند کیس استادی خوب میخوام داشته باشیم. دلیلش هم تو برنامه بعدی خواهم گفت که چرا بیزنس اینویشن رو میخوام بیشتر روش صحبت بکنیم. پس امیدوارم که این برنامه برای دوستان مفید و فایده بوده باشه و امیدوارم که دنبال کنن برنامه بعدی رو که در مورد ویزای بیزنس اینویشن بیشتر صحبت کنیم. بسیار خوب، ممنونیم از شما. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردیم در این برنامه. منتظر سوالات شما هستیم تا در جلسات بعدی به این سوالات هم پاسخ بدیم. ممنون از همراهی آقای آریان. شما رو به خدای بزرگوار می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود. خدا نگهدار.